سلام و درود به حاشیه نیوزی های عزیز، به برنامه دیگه از نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب خوش اومدید. با افزایش حملات اسرائیل به حزب الله لبنان، وبسایت اکسیوس به نقل از منابع معتبر گزارش میده که این گروه از تهران خواسته تا به اسرائیل حمله بکنه. در گزارشی که روز سه‌شنبه 3 مهر ماه منتشر شد، دو مقام اسرائیلی و یک دیپلمات غربی تاکید کردند که حزب الله به ایران درخواست کرده اما تهران هنوز اقدامی نکرده. مقامات ایرانی به حزب الله گفتند که در حال حاضر زمان مناسبی برای حمله نیست، چون مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد. او همچنین در نشستی خبری اسرائیل را متهم کرده که به دنبال ایجاد جنگ گسترده‌تری در منطقه هستش و ایران نمیخواد توی این تله گرفتار بشه. رئیس جمهور ایران در گفتگوی با فرید زکریا خبرنگار شبکه CNN اعلام کرد که دولت او همچنان از حزب الله لبنان حمایت میکنه. او تصریح کرده که حزب الله نمیتونه به تنهایی در برابر رژیمی که از اون کشورهای غربی، اروپایی و آمریکا حمایت میکنن مقاومت بکنه. همچنین یه مقام ارشد اسرائیلی به اکسیوس گفته که دستور کابینه امنیتی این کشور به نیروهای دفاعی جلوگیری از اقداماتی هستش که به ایران بهانه‌ای برای ورود به جنگ بده. طبق گزارش اکسیوس، نمایندگی ایران در سازمان ملل و سخنگوی حزب الله به درخواست این وبسایت برای اظهار نظر پاسخ ندادند. در همین حال عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران که در نیویورک به سر میبره، در واکنش به حملات اسرائیل هشدار داده که تهران نسبت به این مسائل بی تفاوت نخواهد موند و در کنار مردم لبنان و فلسطین خواهد ایستاد. این گزارش در حالی منتشر شده که ارتش اسرائیل شامگاه سه‌شنبه از حملات گسترده به اهداف حزب الله در جنوب لبنان خبر داد. همچنین اسرائیل اعلام کرده که در حمله ای به جنوب بیروت، ابراهیم قبیسی فرمانده بخش راکتی حزب الله را از بین برده. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بیان کرده که این کشور ضربات سختی به رهبری حزب الله وارد کرده و اضافه کرده که این گروه دیگه همون حزب الله هفته پیش نیست. با توجه به اینکه حزب الله نیروی نیابتی ایران به حساب میاد، تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله نگرانی‌ها درباره ورود ایران به این جنگ رو افزایش داده. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز 6 شهریور تاکید کرده که پیام واشنگتن به تهران این هستش که از حمله به اسرائیل پرهیز بکنه، چون ایالات متحده آماده دفاع از متحدان خودش در خاورمیانه هستش. به گفته ناظران بین‌المللی، حمله مستقیم ایران به اسرائیل میتونه به شدت ثبات منطقه رو تحت تاثیر قرار بده و احتمالاً ایالات متحده رو به جنگ‌های فعال‌تری وارد بکنه. حزب الله بعد از کشته شدن تعدادی از فرماندهان ارشد خودش و آسیب دیدن سیستم‌های ارتباطیش، خسارات زیادی رو متحمل شده. مقامات اسرائیل ادعا می‌کنند که بخش عمده‌ای از زرادخانه موشک این گروه در روزهای اخیر نابود شده. وزارت بهداشت لبنان ظهر سه‌شنبه بدون تفکیک بین شبه نظامیان و غیر نظامیان اعلام کرد که تعداد کشته‌ها به 558 نفر رسیده که شامل 50 کودک و 94 زن میشه و شمار زخمی‌ها به 1835 نفر افزایش داشته. این آمار نشون میده که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مرگبارترین روزهای لبنان از جنگ سال 2006 بوده. در همین حال بیش از 1 میلیون نفر در اسرائیل از منطقه حیفا تا مرز لبنان در ماه‌های اخیر با حملات راکتی و پهپادی حزب الله مواجه شدند که اکثر اونها رهگیری شده و بعضی دیگه زخمی شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، در گفتگوی با فرید زکریا خبرنگار شبکه خبری CNN از ادامه پشتیبانی دولتش از حزب الله لبنان گفته. آقای پزشکیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار CNN که آیا ایران به حزب الله توصیه خواهد کرد که در پاسخ به حملات اسرائیل خیشتنداری بکنه، گفت که حزب الله با حکومتی مواجه هستش که تا دندان مسلحه و به تسلیحاتی دسترسی داره که برتر از چیزهای دیگه هستش. رئیس جمهور ما در ادامه هم گفته که ما نباید اجازه بدیم که لبنان به قضیه دیگه در دستان اسرائیل تبدیل بشه. حزب الله نمیتونه این کار رو به تنهایی انجام بده. حزب الله نمیتونه به تنهایی در مقابل رژیمی بایسته که کشورهای غربی، کشورهای اروپایی و آمریکا از اون دفاع و حمایت میکنن و اون رو تامین میکنن.
مسعود پزشکیان همچنین هشدار داده که تحول و تأخیر ممکنه به جنگی منطقه‌ای منجر بشه. در روزهای اخیر حملات متصب به اسرائیل به حزب الله لبنان که از حمایت ایران برخورداره، خسارات سنگینی رو به این گروه وارد کرده. به طوری که حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به این نکته اشاره کرده که گروهش ضربه‌ای سخت و بی‌سابقه رو متحمل شده. قبل از گفتگوی خودش با CNN، پزشکیان در نشستی خبری با نمایندگان رسانه‌های آمریکایی در نیویورک، اسرائیل رو متهم کرد که به دنبال گسترش جنگ در خاورمیانه هستش و در تلاشه که ایران رو به درگیری وسیع‌تری بکشونه. او همچنین توی این نشست به کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در جریان سفرش به تهران اشاره کرد و اون رو نقض قوانین بین‌الملل دونست. آقای پزشکیان در این زمینه گفت در روز بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری بنده، این رژیم برای گسترده کردن دامنه جنگ در منطقه اقدام به ترور شهید هنیه مهمان ما کرد و به رغم تلاش‌های خیلی زیاد برای جلوگیری از پاسخ ما و وعده توقف بمباران‌ها در غزه و آتش بس، روز به روز به شدت حملات و جنایات اضافه شده. او بعدش به خبرنگاران رسانه‌های خارجی گفته که جمهوری اسلامی ایران قطعاً پاسخ این اقدام اسرائیل رو خواهد داد، اما اضافه کرد که تهران نمی‌خواد عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه باشه. کشتن اسماعیل هنیه که تهران و گروه حماس اسرائیل رو مقصر اون دونستن، ترس از درگیری مستقیم بین تهران و دشمن اصلیش اسرائیل رو افزایش میده. این در حالی هستش که منطقه درگیر جنگ اسرائیل در غزه و تشدید درگیری ها در لبنانه. آقای پزشکیان در ادامه سخنان خودش در روز دوشنبه با رسانه‌های خارجی گفت به ما گفته شده که ظرف یک هفته توافق آتش بس بین اسرائیل و حماس برقرار خواهد شد، اما اون هفته هرگز فرا نرسید و در عوض اسرائیل حملات خودش رو گسترش داد. حماس از طرف آمریکا و کشورهای غربی گروهی تروریستی شناخته میشه. او حملات موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در پاسخ به حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق رو نشان دهنده توانمندی‌های دفاعی ایران دونست. ممنون از این که تا پایان با این برنامه از هاشیه نیوز همراه بودید. تا برنامه دیگه از این کانال، خداوند یار و نگهدارتون.